ملک ایرانیان. بینندگان گرامی، درود فراوان به شما. این هفته نیز به واقعه شوم بهمن ماه سال 57 میپردازیم، واقعی که تاریخ ایران زمین را به بیراهه کشاند. مدتی است که اگر لغت بهمن ماه به زبان ما میآید، فوری عقبگرد تاریخی کشور ما را بیاد میآوریم. به همین دلیل امروز پس از ادامه نشست با تحلیلگر فرهیخته پرویز دستمالچی، سخنان یکی از بلندپایه‌ترین مقام‌های نظامی کشور ما را در ارتباط با همین بهمن ماه نیز خواهیم شنید. تیمسار، فریدون جم و تسلیم شدن ارتش شاهنشاهی در مقابل قشریون فریبکار مذهبی که قصد مصادره کشور و ملت ایران را داشتند. عده‌ای معتقدند که اگر شما اون وظیفه رو پذیرفته بودید، احیانا یه هماهنگی در ارتش به وجود می‌آمد. هیچ هماهنگی در توانایی نداشتن، برای اینکه ارتش اصلا دیگه ارتش نمانده بود. چنون ارتش بعد به کار برده بودن و خورده خورده به کار برده بودن و علازم البته اجازه نفرموده بودن که ارتش اعمال قدرتی بکنه و این وظایف، برای اینکه تمام مدت عوام به تیمسار قرباقی هم میفرمودن که دیوانگی نکنید، کسی دیوانگی نکنه، از دماغ کسی خور نیاد. خواسته قرباقی چکار بکنه؟ قرباقی بیچاره هم تقصیری نداشت. فقط من ایرادی که به قرباقی گرفتم، که البته ناراحتی اونم شده، اینی که گفتم که اون تصمیم گرفتن که آرتش بی طرف باشه یا بی طرف نباشه، این دستور دولت باید میداده، نه رئیس ستاد شخصا. دقیقا آرتش هر مملکت تابع دولته، به ویژه که اعلیحضرت موقع که میرفتن دستور میفرمایند که شما وظیفه شما اینه که از دولت قانونی تبعیت بکنید، پشتیبانی بکنید. دقیقا. پای سخنان تیمسار جم پس از ادامه نشست و مرور 40 سال سیاه با پرویز دستمالچی می‌نشینیم. شما چگونه می توانید در جامعه ایران و تا کی می توانید ادامه بدید که اهل سنت ایران رو که به حدود 10 تا 15 میلیون میشن و دور تا دور ایران نشستن، اینا رو از حق انتخاب شدن در اساسی ترین ارگانهای پیشبینی شده در قانون اساسی محروم بکنی چون اهل سنتن؟ ببینید، ما امروز در دنیایی زندگی میکنیم که تنها معیار قضاوت در مورد فرد در دنیای مدرن کاراکتر و شخصیت این فرده. برای اینکه بقیهش اصلا دست ایشون نیست. شما به عنوان آقای لیمونادی می توانستی در یه خانواده باهایی به دنیا بیای، مسیحی به دنیا بیای، سنی به دنیا بیای، بودایی به دنیا بیای، بیدین به دنیا بیای، این اتفاقه برای شما. شما میتونستی زن به دنیا بیای، مرد به دنیا بیای. شما میتونی به عنوان زن در افغانستان به دنیا بیای، اتفاقه، و یا مثلا در آلمان به دنیا بیای. خب دو سرنوشت متفاوته. به همین دلیل برای دلیل گناهی که شما نکردی، جرمی که شما، آخه اولا که جنسیت که جرم نیست، مرتکب نشدی، شما را از حقوق اساسی قبل از اینکه به دنیا بیای محروم بکنن. خب کدوم عقل سالمی در دنیای امروز چنین بی عدالتی رو تحت نام عدالت الهی از شما میپذیره؟ جمهوری اسلامی با این چالش های بنیادی و اساسی روبروه.
بالاخره تا کی میخواد زنها رو از همه حقوقشون محروم بکنه؟ از حق انتخاب شدن در نهادهای اساسی پیش بینی شده در قانون، تا کی میتونه در زمین قوانین مدنی یا بگه حقوق ندارید یا نصف مردا دارید یا یه سوم مردا دارید؟ تا کی میتونه باهایی ها رو بگیره بکشه زندان کنه از تحصیل محروم کنه به دلیل اینکه شما چون باهایی هست؟ خب باشه، آخه ما که تو سده میانه در قرون وسطا که زندگی نمی کنیم. دقیقا. و امروز ایرانی که در ایران نشسته، حتی در دهات ایران، از طریق ساتلایت و اینترنت به تمام دنیا وصله. میبینه آقای لیمونادی تو برنامه تلویزیونیش اونجا چیا داره میگه و امریکا یا چطوری زندگی میکنن و غیره، و یا اروپا یا چطوری زندگی میکنن، و یا زنایی که گویا عقل ندارن در اروپا خب مقام اول اداره کشور رو داره. خب اینا رو میبینه و فکر خواهد کرد. و بعدم ساختار اجتماعی اقتصادی ایران، بافتار سیاسی ایران، بافتار اجتماعی ایران عوض شده. یعنی خب در زمان انقلاب ما 10 میلیون دانش آموز داشتیم، نصفش زنا بودن. خب الان که 20 میلیون زنا دانش آموز ما داریم، توجه میکنین؟ خب اینا میرن درس میخونن و درسی هم که اینا میخونن، حالا شما هر چقدر میخواین تلاش بکنید جلوشون رو بگیرید، جواب نخواهد داد. به همین دلیلم 40 سال گذشته و اینا سر کارن. حرف شما درسته ولی حکومت ثبات نداره. نتیجه میگیم که تاریخ مصرفش اینطوری که شما اشاره میکنید تمومه، به پایان رسیده. ولی این دوره پایانی میتونه هنوز جون عده زیادی رو بگیره و جامعه رو کاملا دگرگون کنه که کرده. میتونه بگیره، درسته، متاسفانه. ببینید ما بازم موقعی که به تاریخ نگاه میکنیم، چه تاریخ ایران چه تاریخ دنیا، شما در زمانی که اتحاد جماهیر شوروی و اروپای شرقی فرو ریخت، آیا این کشورها دارای نیروی اپوزیسیونی بودن اصولا؟ نه. چرا؟ نه. چرا؟ اصولا در جوامع غیر دموکراتیک، در جوامع دیکتاتوری، خب نیروی اپوزیسیون نمیتونه شکل بگیره. سرکوب میکنن همه رو. راه‌های دیگر رو پیدا میکنه. همچنان که ما در ایران در سال 88 کسی نمیتونست تصور بکنه، حتی حکومتگرا که دستگاه اطلاعات دارن، 16 تا دستگاه‌های اطلاعاتی گوناگون دارن، که اون جنبش میلیونی راه میفته. به خاطر اینکه رأی من که اونا میگن جنبش سبز، ولی به نظر من جنبش رأی من کو بسیار دقیق تره. یعنی خواست مدنی، خواست مدنی فرده که زیر سیاست فردی که میگه من از طرف خدا صحبت میکنم و خاص من رو بپذیرید، اون چی که من میگم مشهد الهی نمیره، میگه رأی من کو، رأی من تعیین کننده است. و این بسیار مهمه. ببینید به همین دلیل من اولا فکر میکنم که این رژیم که کارش تمومه، یعنی یه درخت پوسیده فاسد و خشک که حالا یک باد اینو خواهد انداخت، کدوم باد و چه زمان اونو نمیدونم، ولی تجربه دنیا نشون میده که بادها میتوانن بسیار متفاوت و از جوانب متفاوت ببزن. شوروی یه راهی رفت، آلبانی، رومانی یه راهی رفتن، نمیدونم اروپای آلمان شرقی یه راهی رفت، میلیون ها رفتن تو خیابون گفتن ویازین داس فولک، ما ملت هستیم. و ایران هم چند بار خیزش کرده. من ولی یک نگرانی من این استش که با شرایطی رو که الان در منطقه هست و با سیاست های عمیقا غلطی رو که جمهوری اسلامی از بدو تأسیس تا حالا کرده، در دشمنی های بیدلیل با غرب،
با امریکا، در دشمنی های بی دلیل با اسرائیل. اسرائیل دشمن ما نیست. تاریخ ایران و تاریخ منطقه نشون میده اون کسانی که به ما حمله کردند برادران مسلمان ما یا در عثمانی بودن یا در کشورهای دیگه و الان یا در ترکیه نشستن یا در کشورهای عربی. دقیقاً توجه می‌کنین خطری رو که ما رو تهدید می‌کنه اون برادر اسلامی طالبان در افغانستان، داعش در اونجا و در عراق و یا 200 میلیون مسلمان بیشتر اهل سنت گرسنه پاکستان و متعصب پاکستان، اینها خطرات برای وحدت ملی عربستان. حتی عربستان. خب اینا سیاستایی کردن. ببینید منطقه واقعیت اینه، این شعارهای جمهوری اسلامی رو، این شعاره مرگ بر اسرائیل، مرگ بر امریکا، هر جمعه شما برو بگو میزنن تو دهنه این، میزنن تو دهنه اون. 40 سال این ادامه داشت. آره ولی 40 سال این کارو میکنن. 40 سال رفتن اینجا بمب گذاشتن، اونجا بمب گذاشتن. فکت چیه؟ واقعیت واقعا موجود چیه؟ منطقه از نظر واحد سیاسی تنها یک پیروز داره، اونم اسرائیله. اسرائیل تمام در اثر سیاست‌های غلط جمهوری اسلامی تمام دشمنای اصلیش از بین رفتن. عراق، سوریه، لیبی، مصر، همینطور. نه تنها این، جنبش فلسطینی‌ها هم اصلا دیگه نیرویی نداره. و نه تنها این، تمام کشورهای برادر اسلامی که دشمن اسرائیل بودن مشترکاً با اسرائیل و امریکا جبهه‌ای درست کردن بر علیه ایران، بر علیه جمهوری اسلامی. شاهدش هستیم. میدونید؟ خب اینا یعنی سیاست‌های غلط. شما چه دشمنی، ما چه خطری اسرائیل منافع ملی ما رو و مرزهای ملی ما رو تهدید می‌کنه؟ اسرائیل دوست ماست که ما مشترکاً با اون دیگران رو شاخمات نگه داریم. امریکا دوست ماست. شما رفتی تو یک سیاست استراتژیک بسیار غلط در دشمنی با امریکا. ببینید امریکا که فلان کشور بی اهمیت نیست. موقعی که جنگ عراق میخواست شروع بشه و امریکا، آلمانی ها مخالف بودن و تظاهرات میلیونی کردن، اینا با یه ژنرال آلمانی صحبت کردن سر آلمان و امریکا، آلمانی ها چیکار بکنن. ببینید این صحبت های یک ژنرال آلمانیه، یه ژنرالی که عضو ناتو بوده. ببینید حرفش اینه، گفتش که آقا امریکا در مقام و موقعیتی است از نظر تکنولوژی، صنعت و نیروی نظامی، در 30 سال آینده، توجه بفرمایید، در 30 سال آینده ما، یعنی اتحادیه اروپا و آلمان، به اضافه روسیه و چین به گردش نخواهیم رسید. ببینید این حرف یه آدم همینطوری نیست، یه ژنرال 4 ستاره مال ناتوه داره حرف میزنه و گفت ما بهتر این هستش که فعلا این کنجی رو که داریم اسمش آلمانه نگه داریم، این طوفان بگذره. خب این واقع بینی یک نظامی و یک سیاستمدار توی آلمانه. حالا شما رفتی با امریکا در افتادی، با چی؟ با کدوم؟ حالا فرض کنیم که مثلا آخه موقعی که این دعواهای لفظی بالا گرفت، یکی از این فرمانده‌های سپاه گفت ما در لحظه اول با امریکا اگر درگیر بشیم، در همون دقیقه اول 10,000 موشک به اینا میزنیم. فرمانده نیروی امریکایی در منطقه گفت درسته، این ژنرال راست میگه، در دقیقه اول 10,000 تا موشک به ما میزنن. دقیقه دوم چه خواهند کرد؟ میدونید آخه ببینید شما نمیدونم به الان موشک ها 500 به زیر زمین هم هستن باشن. اصلا شما نمیدونم به خاطرتون هست یا نه،
4 سال پیش موقعی که دولت آقای روحانی اومد و آقای ظریف وزیر امور خارجه شد، در پاسخ به اصولگراها گفت آقا امریکا در ساعت اگه درگیری بشه ساعت اول جنگ چنان تأسیسات نظامی و مخابراتی ما رو از کار میندازه که ما هیچ کاری دیگه نمیتونیم بکنیم. خب راست میگه. ببینید ایران با عراق 8 سال جنگید، خسارت 1000 میلیاردی هم بهش وارد شد که 10 هم نتونست پس بگیره. امریکا در ظرف 3 هفته مجموعه این نیروی نظامی کارآزموده رو از میان برد. بله من در ایران هم که نوشته بودن که یه چیزی حدود 3500-600 مهر رو در آن واحد میتونن منفجر کنن. ببینید اونا اصلا امکانات فضایی دارن، همه مخابرات ایران از کار میندازن. حالا منظورم از این صحبت ها اینه، اولا ما نباید غرور ملی ما زدن لاف زدن نباید باشه، حرفای بیجا زدن که غرور ملی نمیشه که شده متاسفانه یعنی لاف زدن و رجزخونی که با منافع ملی ایران بازی میکنه، با تمامیت ارضی ایران بازی میکنه این سیاست ها. به شما موقعی که میری به حماس کمک میکنی و نیروهای دیگه، یه بار تذکر میدن، دو بار تذکر میدن، دفعه سوم این همون کار شما رو میرن با نیروهای دیگه میکنن. حالا ببینید این مثال امریکا رو به این دلیل میزنم، فرض بر این بذاریم جمهوری اسلامی سرمایه گذاری عظیمی بکنه، بهترین و دقیق ترین موشک هایی رو که منطقه کشورهای منطقه میتونن بسازن بسازن، فرض خیلی بهتر از اونی که الان دارن. خب امریکایی ها یه دونه اینطوری میکنن، ضدشو میدن به عربستان سعودی چون با اونا دوستن. تمام سیاست های و سرمایه گذاری 10 سال گذشته شما در زمینه تسلیحات از بین رفته. خب این چه سیاستی است که شما دنبال میکنی؟ خب همون لافزنی دیگه. ببینید 40 سال به امریکا فحش میدن، درسته؟ که اینطوریش میکنیم اونطوری میکنیم. شما مقایسه بکنید موقعیت امریکا پیش از انقلاب اسلامی در منطقه و اکنون 100 برابر شده. در عراق که نشستن 100 برابر شده، در ترکیه که عضو ناتوه، آذربایجان و گرجستان و ارمنستان که امریکایی‌ها نشستن، در ترکمنستان و قزاقستان و نمیدونم افغانستان و پاکستان که امریکایی‌ها نشستن، در خلیج فارس هم که از همه بیشتر نشستن. خب این چه سیاستایی است که نتیجه‌اش همش به نفع دشمن شده؟ اینو بهش میگن رجزخونی، اینو بهش میگن استاد سیاست‌های استراتژیک شکست و شکست. درسته؟ خب میخوام به این نگرانیمو از این مسئله و ادامه این سیاست ها به این معنا بیان بکنم که اگر تغییرات اساسی اینکه چگونه بیفته، خب من نمیدونم راه های متفاوتی بحث شده، یعنی اگه من بدونم به هر حال راه حل مشکل ایران چی، حتما به من یه جایزه نوبل خواهند داد، ولی نمیدونیم. ولی اگر این تغییرات انجام نگیره، تغییرات اساسی، حالا چه با این نظام چه نظام دیگه که جانشینش بده، که سر عقل بیاد، دست از این دشمنی های بی‌معنا با غرب و اسرائیل و کشورهای منطقه و غیره بر نداره و این روش رو ادامه بده، نگرانی من این استش که با ادامه این کارها وضعیتی رو برای جمهوری اسلامی به وجود بیارن عین سوریه. شما به تاریخ نگاه بکنید، امپراتوری اتحاد جماهیر شوروی از بین رفته، امپراتوری انگلستان از بین رفته، یوگوسلاوی تو همین چند سال گذشته تیکه پاره شد، امپراتوری عثمانی 100 سال پیش تیکه پاره شد در جنگی رو که با غرب کرد و شکست خورد.
از درونش ترکیه و سوریه و لبنان و فلسطین و نمیدونم اردن و غیره بدونه. متاسفانه نگرانی هست. به همین دلیل من فکر میکنم ما باید تمام تلاشمون رو بکنیم که این تغییر سیاست به وجود بیاد. حالا این تغییر سیاست میتواند که احتمالش بسیار کمه با همین حکومت به وجود بیاد که اگر بخواد این تغییرات رو بده میریزه. بله توجه میکنید این اصلاحات دیگه، اصلاحات اگر بخواد اساسی در ایران اصلاحات ساختار مربوط به اقتصاد و یا سیاسیش حکومت انجام میگیره، حکومت میریزه. من بارها و بارها گفتم ببینید خیلی مسالمت آمیز، خیلی ساده، یک بند از سی بند ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر، تساوی حقوقی همه انسان‌ها در برابر قانون. درسته؟ شما فرض بذارید که این به صورت لایحه و یا یک قانون پیشنهاد بشه بره مجلس، فرض محال بذارید تصویب بشه و فرض محال بذارید شورای نگهبان هم اوکی بده تصویب بکن. خب اگر قرار باشه در جمهوری اسلامی همه افراد در برابر قانون، یعنی مسلمان و نامسلمان، شیعه و اهل سنت، زن و مرد در برابر قانون مساوی باشن، یعنی آقای لیمونادی هم بتونه به شورای خبرگان رهبری بشه و انتخاب بشه و خانم ایشون هم بتونه به مقام رهبری برسه و اهل سنت هم بتونه و غیر مسلمان هم بتونه، خب این نظام فرو ریخته با تصویر فقط یک بند. اولا که بدون دشمن اصلا نظام نمیتونه بیسته، یعنی خوراک اصلیش داشتن دشمنه. حالا شما میفرمایید تنی، حالا سنی و یا بهایی و یا نه این نظام همچی که شما هم گفتید بدون اینکه دائما یه دشمن موهوم درست بکنه. میدونید ببینید الان 40 سال میگذره ولی دائما هر اتفاقی میفته، ساده ترین اتفاقات ها، همین بانک ها ورشکست شدن، پول مردم هم خوردن، دولت هم میگه که ضد انقلاب میکنه این کارو. آخه ضد انقلاب دستش تو بانک نیست. ولی دشمن تراشی از آقای خمینی هم از روز آغاز شروع کرد. من یادم از تا اون موقع در رژیم گذشته اصلا یه همچین لغاتی ما نمیشنیدیم. در رژیم شاه خیلی ضعف‌های زیادی بود، نیاز نداشتیم، ولی اصلا یه همچین لغاتی به گوش ما آشنا نبود، دشمن در مقابل خودمه. و خمینی که آمد شروع شد با دشمن. یکی از ویژگی های تمام نظام های ایدئولوژیک همینه، برای اینکه این باید یک وجود خودشو با یه دشمن درونی و بیرونی هی توجیه بکنه، برای اینکه با خرد نمیتونه پاسخ بده که چرا اینطوریه. حالا این حکومت ایدئولوژیک میتونه ایدئولوژی وهابیت داشته باشه، این عربستان سعودی که این ایرانه، فرق اینا با هم زیاد فرقی ندارن در چیز، یعنی اونم یه حکومت بنیادگرای اسلامی اهل سنت سلفی وهابیونه، این یه حکومت اسلامی شیعیان 12 امامی مکتب اصولی ولایت فقیه. حالا ما اینطور میبینیم اونا بیشتر بیابانی هستن، اینا بیشتر شهری. آره دیگه. این حکومت ها نیازمند این دشمن هستن و هر اتفاقی که میفته علکی، یعنی نمیتونه بگه آقا من نمیتونم این اقتصاد رو درست بکنم، نمیتونه بگه. خب اگه باید پاسخ بده دیگه. همه جا اقتصاد توطیه امریکاست، امریکا کاری نکرده. ببینید الان رفتن این قراردادی که با توتال بسته شده، میگن آقا اینجا یه منبع گاز هست، قطری ها اینو 10 ساله دارن میبرن. خب خیلی بده، برای اینکه منبع اون منابع زیرزمینی گاز مشترکه، یه بخشش مال ایرانه. در اثر سیاست‌های غلطی که جمهوری اسلامی کرده، خب بهش نه شرکت‌ها میان باش قرارداد می‌بندن، نه بهش وسایل لازم میدن که بره حفاری کنه، نمیتونه. در نتیجه اونا میبرن. اینا رفتن یک قراردادی بستن، خودشون میگن 51% مال توتاله. حالا این منابع مال ملت ایرانه، 51% مال توتاله.
30% مال شرکت چینیه، 19.9% یا 0.1% مال ایرانه. یه چیزی کمتر از 20%. آره دیگه. خب مگه این منابع ایران نیست؟ چگونه توتال 51% سهام میذاره، چینیا 30% و ما که صاحب این منابع هستیم 20%. خب به اینا که ایراد میگیری، ایراد درسته، برای اینکه اگر شرکت ها نمی آیند ایران رو تحریم کردن و غیره و بهش ابزار لازم برای حفاری و غیره رو نمیدن، مال سیاست های غلط جمهوری اسلامیه. آقا شما با یکی در میفتی، خب اونم شما رو نمیذاره کارتو بکنی. واقعیتش شما که نمیتونی بگی اونی کاری که من میکنم درسته، اون مال اون غلطه، شما با اون دشمنی میکنی، اون شما با شما دوستی کنه. در اثر این سیاست های غلط از این امکانات نیست. حالا میگن آقا اگه ما نه این قرارداد عملی نشه، 10 سال آینده قطری ها همه رو میبرن. خب یه واقعیت تلخ توش و ایران رو مجبور میکنن که تن بده به این قراردادی که حالا اگر این قرارداد خوبه، شما میگید قرارداد بسیار خوبه، اگر این قرارداد قراردادیست خوب، چرا محرمانه است؟ چه چیز بدی داره؟ برای اینکه توتالیا که میدونن، چینی هم که میدونن، بقیه هم که میدونن، ملت ایران چرا نباید مفاد این قرارداد رو بدونه؟ شما چه کار خلافی کردی که ما نباید بدونیم که چیه؟ باید به این پاسخ بدن دیگه. هیچی. یعنی اگر که قراردادی باشه که شما با افتخار بهش بکنی، باید بیایی نشون بدیم. اینه آدم یه بچی که داره، بچی که خوبه، خب با افتخار همه جا نشونش میده، بچی که ناباب در میاد قایمش میکنه. اینم این تشت. برحال در پایان تقریبا 4 دهه حکومت جمهوری اسلامی به یک بنبستی ما رسیدیم و آینده رو آنچنان نمیشه پیش بینی کرد. با این دیدگاهی که شما دارید ارائه میدید، تحلیل شما اینه که میبایستی منتظر شد در آینده در انتظار دگرگونی هایی باشه، درسته؟ تقریبا درسته، به این معنا که نباید منتظر شد. ما باید کار خودمونو بکنیم، ما باید فعالیت های خودمونو بکنیم، نباید دست رو دست بذاریم. ببینید من نگاهم به سیاست، بعد اینکه بگم چی میخوام بگم، هر کی باید کار خودش رو بکنه تا اینکه در نهایت سیستم کار بکنه، به حرکت در بیاد. ببینید من اگه از شما بپرسم موقعی که امریکایی‌ها مریخ 90 رو فرستادن که بشینه روی مریخ، اگه از شما بپرسم که مهمترین بخش این مریخ نورد چیه، شما چه پاسخی به من میدید؟ میگید مهمترینش چیه؟ نه چون قرار بود که کند و کاوی بکنه و اطلاعاتی، نه سیستم رو میگم. ببینید مثال ساده تر میزنم، فرض کنید یه مرسدس بنز دارید، شما 300,000 یورو هم رفتید خریدید، یعنی بهترینش. شما فکر میکنید که مهمترین بخش این مرسدس بنز شما چیه؟ شما 300,000 تا این مرسدس بنز رو خریدید، یک سیم باتری 5 یورویی بیفته مرسدس بنز کار نمیکنه. کاملا درست. اون مریخ نورد، ببینید موقعی که اون پروژه امریکایی یا آپولو بود رفت بالا منفجر شد، سر چی منفجر شد؟ موقعی که نش کرده بود یه چیزی. ببینید یک بله. کاشی ضد حرارتیش بله. صدمه دید بله. اون کاشی شاید $5,000 قیمتش باشه بله. اوکی؟ بله. یک پروژه چند ده میلیاردی از بین رفت. اینو برای چی میگم؟ اینو به این دلیل میخوام بگم همه این قطعات مهم سر جای خودش، سر جای خودش، در اجتماع هم همینه، در سیاست هم همینه، همه کار شما مهمه، کار ایکس مهمه، کار آ مهمه، سر جای خودش.
اینا موقع که همه سر جای خودشون کار میکنن، یک زمانی این مریخ نورد میبرن روی مریخ میشونن، بعدم سلامت برمیگرد، بازده خواهد داشت، با درست عمل خواهد کرد. به همین دلیل ما باید هر کدوم کار خودمون میکنیم. متاسفانه در میان ایرانی یا شرقی رسم اینه که هی میان میگه به شما، میگن شما چرا این کارو میکنی؟ آقا شما اگر فکر میکنی باید کار دیگری کرد، این گوی، این میدان، کار خودتو انجام بده، دیگران هم کار خودشون انجام میدن. ما باید به مبارزه با این نظام تامگرا که در دشمنی با آزادی انسانه، در دشمنی با خردگرایی است، در دشمنی با انسان مدرنه، در دشمنی با دموکراسی و حقوق بشره، در دشمنی با نقش مدرن زنان هست، در دشمنی در نقش مدرن انسان مدرن هست و اینا، مبارزمون رو انجام بدیم و راههایی رو که فکر میکنیم بریم دنبالش، ولی این مبارزه رو باید پی بگیریم. تاریخ ایران و تاریخ کشورهای دیگه نشون میده که از درون اینها سر بزنگاه تاریخ، اینکه کیه من نمیتونم، هیچ کس نمیتونست نه انقلاب اسلامی ایران رو پیش بینی بکنه و نه فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی رو پیش بینی بکنه، دیوار برلین رو پیش بینی، فروپاشیش رو پیش بینی بکنه، ولی شد و این مبارزه باید ادامه پیدا بکنه، نباید تعطیل بشه و هر کس اون رای رو که فکر میکنه ادامه بده. اینها ثمره خواهند داد. من فکر میکنم برای اولین بار در تاریخ ایران در 100 سال گذشته، حالا منظورم است، شرایط اجتماعی و شرایط سیاسی ایران برای گذار به یک نظام دموکراتیک آماده شده. ما هیچ وقت در تاریخمون به اندازه این 20 سال گذشته برای دموکراسی، تحقق دموکراسی، حقوق شهروندی، حقوق بشر و غیره مبارزه نکردیم. در درون، در دوران انقلاب شما توجه بکنید که دموکراسی در اون زمان ناسزا بود. حقوق بشر به شما میگفتن برو حقوق بشری، برو لیبرال. و من نیروهای سیاسی که اونجا بودن به همین دلیلم افتاد دست رادیکال ترین بخش و عقب افتاده ترین بخش، در حین مبارزه با دیکتاتوری شاه تقریبا 99% آزادی رو قبول نداشتن، دموکراسی رو قبول نداشتن. نگاه بکنید، مخالف دیکتاتوری شاه بودن نیروهای مذهبی، این مؤتلفه اسلامی و فدایان اسلام و گروه ابوذر و مجاهدین و غیره، اینا که همه حکومت‌های اسلامی همینطوری می‌خواستن. حالا یه ذره این ور یه ذره اون ور، شما نگاه بکنید به خاطرات حتی مهندس صحابی که میگه ما خواهان اسلامی هستیم و اجرای احکام نورانی اسلامی هستیم، همان گونه که نواب صفوی روی کلتشون نوشته بودن. ببینید این تازه نیروی لیبرال جامعه، همینطور درسته، یا طرفدارش این مدلای اسلامی بودن که همه چی هستن غیر از یک نیروی دموکراتیک، و یا در حین مخالفت با دیکتاتوری شاه یا طرفدار چین بودن یا طرفدار آلبانی بودن یا طرفدار رومانی بودن یا طرفدار شوروی بودن، که همه اینها همه چی بودن مگر جوامع باز. ولی الان اینطوری نیست، شرایط دنیا عوض شده و برای اولین بار در جامعه ایران فردیت شکل گرفته و برای اولین بار در تاریخ ایران آنچه که در اروپا جنبش روشنگری بود، خردگرایی بود، تقدس زدایی بود، با انقلاب اسلامی ایران و شکست اینها و روشنگری که در اینا انجام گرفته، زمینه برای همون جنبش روشنگری در ایران آغاز شده و به نظر من عصر روشنگری ایرانیان
با استقرار حکومت اسلامی شروع شد و شکستی رو که اینا خوردن. من به آینده امیدوارم، فقط امیدم این هستش که دیر نشه و اینا کشور رو به باد ندن. ما هم امیدواریم، ما هم امیدواریم. به هر حال خیلی خوشحال شدم من از خیلی خوشحال شدم و بسیار سپاسگزارم. خیلی ممنون از تحلیلی که ارائه دادید. خواهش خواهش. همانطور که قبلا اشاره داشتم، شروع این 40 سال سیاه با تسلیم شدن ارتش شاهنشاهی در 22 بهمن ماه آغاز شد. البته باید قبول کرد که حکومت و سیاست کشور ایران در آن روزها فقط توسط پادشاه ما اعمال می شد و در اصل به علت سیاست های غلط و ندانم کاری های پی در پی، مخصوصا باج دادن به قشتیون مذهبی، رژیم به کلی از پا در آمده بود و تزلزل شدیدی تمام ارکان حکومتی را فرا گرفته بود. ولی بعدها در نشست هایی که با زنده یاد دکتر بختیار داشتم، او تاکید داشت که برای چنین روزهای پرآشوبی نیز او برنامه داشت، اما با کنار کشیدن ارتش او با دست خالی فقط می توانست تسلیم شود. عده معتقدن که اگر شما اون وظیفه رو پذیرفته بودید، احیانا یه هماهنگی در ارتش به وجود میومد. هیچ هماهنگی در ارتش توانایی نداشتن، برای اینکه ارتش اصلا دیگه ارتش نمانده بود. چنون ارتش بعد به کار برده بودن و خورده خورده به کار برده بودن و علاوه البته اجازه نفرموده بودن که ارتش اعمال قدرتی بکنه و این وظایف، برای اینکه تمام مدت عوام به تیمسان قرباقی هم میفرمودن که دیوانگی نکنید، کسی دیوانگی نکنه، از دماغ کسی خور نیاد. خواستی قرباقی چکار بکنه؟ قرباقی بیچاره هم تقصیری نداشت. فقط من ایرادی که به قرباقی گرفتم، که البته ناراحتی اونم شده، اینی که گفتم که اون تصمیم گرفتن که آرتش بی طرف باشه یا بی طرف نباشه، این دستور دولت باید میداده، نه رئیس ستاد شخصا. دقیقا ارتش هر مملکت تابع دولته، به ویژه که اعلیحضرت موقع که میرفتن دستور میفرمایند که شما وظیفه شما اینه که از دولت قانونی تبعیت بکنید، پشتیبانی بکنید. دقیقا. خب شما این کارو خودتون تصمیم گرفتین، اینا افسرها به شما پیشنهاد کرده. خب ولی شما باید پیشنهاد شما رو، این پیشنهاد رو میگفتیم به توسط وزیر جنگ که اونم خریت کرده بوده. وزیر جنگ هم نبایستی میرفته اصلا در جلسه. خب به عواملی پشت این بوده. وزیر جنگ نبایست میرفته در کمیسیونی که ستاد به ریاست ستاد بزرگ ارتش داره به عنوان عضو کمیسیون میشینه، برای که اون خودش میخوام جزء دولت اونه که دولت اجازه نداده بودن. دقیقا. این حرفی بود که تیمسار جان بختیار هم میزد. خب رفته بوده، شرط نشسته بوده. حالا در صورت شما میدونید که عامل سرنگونی رژیم در اصل همون روز صبح ساعت 10 توسط اون تاییدیه که دی ارتش اونا نشستن، ولی اونا نشستن تایید کردن و بعدم بدتر از همه در حضور وزیر جنگ که عضو به اصطلاح دیگه عضو کابینه است دیگه، گفت رفته بودن گفتن که این دولت قانونی نیست. گفتن دولت قانونی نیست دیگه، آخه اگه اینا میگفتن دولت قانونی نیست اون دیگه وزیر جنگ رو قبول نمی‌کرد. وزیر جنگ در همون موقع بلند میشد میگفت آقا شما هم یاقی هستید. بله، ولی خب قانونی نیست رو تاکید نکرده بودن، فقط بیطرفی ارتش رو. نه چرا، اول اصرار کردن که ارتش قانونی نیست، بختیار میخواد
جمهوری بکنه، اعلان جمهوری بکنه و خلاف قانون اساسی به این جهت قانونی نیست. و به این بعد هم گفتن که دیگه ارتش هم گفتن توانایی تمام افسرها گفتن دیگه ارتش توانایی نداره، صلاح در این است که برای صلاحیت تمامیت ارتش شخص بشه ارتش رو باید بیطرفی اعلان بکنه. شما خودتون هم حس کردید منتظر باید من اظهار نظری در مورد اینکه این بیطرفی درست اعلان بیطرفی درست بوده یا درست نبوده یک کلمه حرف تا الان نگفتم و نه حالا میگم برای که اطلاع ندارم. اما اگر این تصمیم اینه باید دولت میگرفته، من فقط حرفم اینه به تایید بختیار میرسه. نه اصلا دولت باید ابلاغ میکرده به ارتش که شما به اعلان از این طریق بیطرفی کنید، حق ندارید دخالتی بکنید، برید هرگز برید سرباز. ولی البته باید سربازخانه ها رو به حالت دفاع در می آوردن و به مردم حرم ابلاغ میکردن که اگر به ارتش تجاوز بکنید ارتش ملزم است که از پادگان های خودش دفاع بکنه با شدت قدرت عمل، که این کارم نکردن که مردم بخواد چاپیدن. شما وقایع اون روزها رو موقع که دقیقا زیر ذره میذارید میبینید که یک فعل و انفعالاتی در پشت صحنه بود که اون روز خاص به وجود آمد و ارتش رو از صحنه خارج کردن، یعنی به همین سادگی پیش نیومد. خب حالا شایعات زیاده میگوین که نمیدونم فردوست و نه قبلا اینا نه رئیس ستاد که اینا نه قبلا مذاکراتی داشتن و نمیدونم که من فکر نمی کنم من فکر نمی کنم که فردوست نمیدونم، ولی قره‌باغی مسلما و خلاف امر اعلیحضرت رفتار نمی کرده. پس چگونه است که آخه امضا کردید و در رأس قضایا قرار گرفت و بی‌طرفی افتاد؟ همه افسران نشسته علازت که رفته بودن البته. خب آخه فرمون شاهی بودی که حتما باید ولی بعد از اینکه همه تمام گفتن که ما کاری دیگه نمیتونیم بکنیم، ما ارتش دیگه نمیتونه، این دولت هم دولت غیر قانونی است و حرفش حرف دولت هم نکنن، خب اونم تصویب کرده اشتباه کرده در... یعنی اشتباهش در این بوده که باید اینو گزارش کنن به دولت که این در این کمیسیون اینا تمام فرمانده ارتش اینی میگن شما تصمیم دستور تو اگه دولت تایید میکرد، دولت اگه دستور میداد که بی‌طرف اعلان بی‌طرفی بکنید، خب اعلان بی‌طرفی باید میکردن. اگه دولت میگفت نه اعلان بی‌طرفی نباید بکنید که نباید میکردن. تیم سرجام به همین جهته که من هر تفسیر بعد سرنگونی رژیم گذشته رو بیشتر به گردن عده زیادی از ارتشیا میاندازن با اون تصمیم عجولانه. تفسیر ارتشیا نیست، تفسیر اینه که ارتش اولا اعلیحضرت که در تمام سالیان دراز هیچ و کوچکترین اختیارات و اختیاراتی به فرمانده ها ارتش نداده بوده. درسته. و تمام مقامات ارتش از رئیس ستاد بزرگ ارتش تاران گرفته تا رئیس فرمانده نیروی زمینی هوایی دریایی دونن و فرمانده ارتش، فرمانده لشکر، فرمانده تیپ، گروه گردان، گروهان فلان دسته عطا، اینا مجبورن بدون اجازه اعلیحضرت حق نفس نکشن. چون این ارتشی که اعلیحضرت فرمودش گذاشته رفته میخواید از چجوری عمل بکنه؟ حق با شماست. نه اون رو که و بعدم خود فرمودی میگه از دماغ کسی خون نیاد، دیوانگی نکنید. با یک سیاستمداری صحبت میکردم تیم سرجم گفتش که شاه فقید ایران رو دقیقا مانند ملک فاروق در خدمت گرفت و دقیقاً همونطور که ملک فاروق تسلیم شد و کشور رو تحویل داد، شاه فقید هم کشور رو به طور رسمی تحویل دادن. به همین دلیل تاکید بر این میکرد این شخص آقای جعفر رائد بود که خودش هم 7 سال نماینده شاه در عربستان، ولی این رو اعتقاد داشت که دقیقاً همونطور کشور رو تحویل انقلابیون داد و خارج. من مسائل سیاسی نمیخوام اظهار نظری بکنم، ولی مسئله این بود که ارتش نمانده بود که به توان کاری انجام بده. به فرضم که این دستور نمیدادند چیکار میتونستم بکنم؟ مسئله اینه. پس کشور از دست رفته بود خواهی نخواهی. برای اینکه موقع از دست رفته بود، موقعی که ارتش ارتش بود و انسجام داشت و محکم و بود و اینها واحدا منسجم و کامل و آماده بودند، میتوانستن انقلاب اگه لازم بود حتی با اعمال قدرت خاموش بکنن یا به راه بکشونن که سازنده بشه. حالا البته به زور من عقیده بر اینم که اگر هم به زور این کاری میکردن چند سال ممکن بود فروکش میکرد، ولی از بین باز بدتر میشد. و خب این اصلا این جواب این حل مشکل نبود. حل مشکل در یه چیز طور دیگری بود، چیز دیگری بود که نمیخواد نشد.
با ما باشید تا طی مرور این 40 سال سیاه با زوایای دیگری از این سیاه بختی آشنا شویم. در نگاه به کوچ ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم. و ما در غربت همچنان دوره می کنیم شب را و روز را هنوز را.